دوستان ببین لافت کبوتری که عرض کردم میخوام معرفی کنم اینجا هست، یکی از زیباترین لافت های جهان به حساب میره به نظر من در شکوهی قم هست و داره صنعت کبوتر و حرفه کبوترداری به سمتی میره که دوستان با بقیه ورزش ها پا به پا بیاد چلو و خیلی قوی‌تر از اونو با هزینه های بالایی که دارن دوستان انجام میدن، از اون یک کلبه محقر کاگری گرفته تا این همه اینا میتونه دیدنی باشه برای توریست ها، همه محترمن و هر کس به وسع خودش تونسته ایران رو و این صنعت رو معرفی کنه. این قسمتی که در حیات میبینیم جایی است که داره تعبیه میشه برای مهمانان که خیلی خوب داربست داده بشه، مهمانات سایه باشن تا به صبح خنک بشه و پذیرایی خیلی عالی در این قسمت قرار میگیره. این هم دیگه نمای یک لافت کبوتری بسیار بسیار زیبا رو دارم نشون میدم. سردر اینجا هم نشون میدم که نگید کپی برداشته از جای دیگه فیلم چسبونده دوستان، سردر شرکت رو هم نشون میدم برای شما. به نام خدا دوستان، معرفی اشپاز جدید به نام آقای مجید قفاری، کورتانیزه خودمون، رسول خادم خودمون هست، داره میاد به عرصه رقابت ها. انشاءالله سال دیگه با مغلوب هایی داریم و جلوه هایی که داریم انشاءالله اینجا تحویلشون میدیم و با ویزیت های وی آی پی که انجام میدیم. البته از ویزیت هم نمیگذرم، آیا با شما شوخی ندارم با هیچ کس، البته باز هم مزاح کردم، ارزش دوستان بیش از این مبلغ هست، ولی باید همیشه بگیم و اشپاز باشیم، شما اشپازید ما در کنار شما یاد میگیم. آقای قفاری رو که معرفی کردم، جناب آقای اصغر پوران، یک مربی بسیار زبردست در مورد کبوتر. اصغر آقا انشالله گروه سال بعد جشن پرواز سال بعد رو انشالله انجام میدید، دارید چه کارهایی انجام میدید؟ از کار ما راضی هستید؟ راضی نیستید؟ واکسیناسیون انجام دادیم؟ درمان اینجا ما انجام ندادیم به هیچ وجه؟ امیدوارم که راضی باشید. صحبت راضی هستیم، آره راضی هستیم، ما انشالله زحمت کشیدیم که 600 تا جوی مغلوب سال دیگه ببینیم، سال دیگه انشالله. گفتم کورتانیزه جدید رسول خادم جدید داره میاد عرصه بعد دوستان، یه لافت بسیار زیبایی طراحی کردن، انشالله فیلمشو براتون میذارم باز با آقای قفاری. واقعا آبروی ایران هست این لافت، کل امارات رو بگردید، عراق رو بگردید، عربستان رو بگردید، چنین لافتی رو نخواهید یافت. لافت حرفه‌ای باید چه شرایطی داشته باشه؟ اولین چیزی که برای یک لافت حرفه‌ای باید داشته باشیم، ما یک جایگاه مناسب برای مربی کبوترها داشته باشیم که با آسایش، همونطور که میگن یک قاضی باید جاش خنک باشه و شکمش پر باشه به قول خودمون و هیچ اذیت نشه، یک مربی کبوتردار هم باید حتما جاش با آسایش و آرامش باشه و همچنین در روزهای جشن پرواز باید این اتاق اینقدر خنک یا گرم باشه که مهمانان عزیزی که تشریف بیارن تو خیابون نمونن و داخل این ساختمون باشن. من نشون میدم این ساختمون و یه لافت کبوتری بسیار بسیار حرفه‌ای در کل ایران که نمیخوام بگم در امارات هم چنین چیزی رو پیدا نمیکنه. انشالله نماهای بعدی رو نشونتون میدم که چرا همیشه من ادعا میکنم ادعام درست هست. جناب آقای قفاری مالک لافت هستن، جناب آقای اصغر پولا که مربی کبوتر هستن، جناب آقای مجید مهرابی مربی این مجموعه هستن، یعنی رئیس و کل دستورات زیر دست ایشون هست، ما هم از ایشون دستور میگیریم میایم اینجا دوستان. و یک لافت خنک دونه دوستان، مربی کبوترهای پولاب به راحتی اینجا نشسته، هم غذاشو خورده هم جاش خونه که بس میتونه ایشون با جان و دل در اینجا مایه بذاره و کبوترها رو آماده کنه. همونطور که گفتم کورتانیزه و رسول و خادم سال دیگه داره میاد به بام توال بابا، هم فراموش نکنید. 20000 کبوتر، خیلی حریفای فیه دارم میان وسط، امیدوارم که شما هم آماده باشید و به روز باشید. ببینید دوستان، قهرمانی تموم شد، امروز ورزش قهرمانی داریم.